درود به شما دوستان خوبم امیدوارم حالتون خوب باشه من احسان هستم با هم دیگه در این ویدیو خبرهای روز آلمان رو مرور میکنیم خبری هست که خیلی جالبه احتمالا مورد توجه دوستان قرار میگیره گرامرها و لغتاش هم بررسی میکنیم که به آموزش زبان آلمانی هم کمک بکنه خیلی از دوستان کماکان راجع به درس های آموزش آلمانی دوچی پرزشی بیمی دوستان من خیلی هستن که سالهای سال همراه ما بودن اگر شما تازه به جمع ما پیوستید ما در دویچ پرزشی میشه از هزار تا درس آموزش آلمانی از آینس تا به اتفایسی آینس رو داریم شامل هر آنچه که زبان آموز نیاز داره یاد بگیره رو ما در قالب ویدیوهای کوتاه درس دادیم که همه در دویچ به صورت دسته شده و مرتب در دست شما عزیزان هستش مثل گرامر، فلها، واجه ها آلمانی کاربردی روزمره فلها، نمونه امتحان های به بی آینس نامنگاری مکالمه ارز کردم هر آنچه که شما نیاز دارید و میتونید در دوچپرشوی پیدا بکنید بسیار خب خبر امروز راجب اه... کانگ بودش که با تلفن میتونید دیگه از این به بعد انجام بدید کانگ شغایبن. چی هستش؟ اینکه شما در از گواهی پزشکی میگیرید که بیمار هستید حالا تو فارسی میگفتن استلاجی میگیری یا مرخصی استلاجی یا مریض مینویسی خودتو در, 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 در درست به اینها میگن کانگ شغایبونگ که اسمشه کانگ هم فعلشه یعنی بیمار نوشتن یعنی که دکتر برای شما بنویسه که شما بیمار هستید و نمیتونین سر کار یا کلاس یا مدرسه برید میگه این موضوع با تلفن امکان پذیر شده پر تلفون یعنی به وسیله تلفن angesichts Weiterhin hohe Corona-Infektionszahlen sind Krankschreibungen wegen Erkältungsbeschwerden ab sofort wieder rein و und ohne Praxisbesuch möglich. با در نظر گرفتن اینکه کماکان آمار مبتلایان به کرونا بالا هستش مریض نوشتن یا منظور همون گواهی پزشکی گرفتن به دلیل بیماری به دلیل ناراحتی هایی که مربوط به سرماخوردگی هستند از الان دوباره کاملا به صورت تلفنی امکان پذیره بدون اینکه شما نیاز باشه برید مطب دکتر یا به اون پاکسیس یا به اون مطب پزشک مراجعه بکنه. دیگه غاین تلفنیش غاین یعنی خالص یعنی کامل دیگه تلفنی میتونید این کار رو انجام بدید انگزشت یعنی با در نظر گرفتن وایتاهین به چیزی میگن که کماکان وجود داره چه چیزی هوا کرونا اینفکسیون سالن آمار و ارقام ابتلای به کرونا که بالا هستش کانگش خواهی هم همونطور که ارز کردم یعنی مریضی نوشتن ویگن به دلیل اکلتونگ بشوردن یعنی در از اون ناراحتی هایی که شما دارید به دلیل سرماخوردگی و پخکسیس به هم یعنی اینکه مراجعه کردن به پخکسیس یا مطب پزشک ها مبلشن یعنی امکان پذیره دست انشید در جمعیزامه بوندس آشوست فون اردسینن و اردسن، کانکن کلینیکن گب اینه شپقه شاغین یک سخنگوی که خانم بوده اعلام کرده این موضوع رو که این موضوع رو تصمیم گرفتن راجع به این موضوع، اتحادیه کمیته فدرال پزشکان آلمان بیمه های درمان و همچنین کلینیک ها اینها تصمیم گرفتن که این موضوع کانش تلفنی اتفاق بیفته یا امکان پذیر بشه دی رگلون گلت بفخیستت بس اند نومبر این قانون فعلا حالا بناس به صورت محدود یا زمانمندش محدود باشه تا آخر نوامبر این قانون باشه یعنی شما تا آخر ماه نوامبر میتونید که تلفنی خودتون رو مریض بنویسید یا گواهی پزشکی بگیرید داست برم گرده به اون موضوعی که بالا هستش یعنی کانشخایبن و انشید هم گذشته انشایدن هستش گمینزام این چیزی که مشترک هست بوندس آوشوس یعنی کمیته دولت فدرال درست یا کمیته کشوری اتسینن یعنی پزشک ها کانکن کاسن بیمه های درمان و کلینیک هم که یعنی کلینیک و فعلش اینجا به کانت گیبن هستش به گیبن خیلی رسمیه دوستان من یعنی چیزی رو اعلام کردن یعنی به عموم درست این موضوع رو اطلاع دادن غیگلون قانون گیلت یعنی صدق میکنه. به به چیزی میگن که مدت زمانش محدود باشه. برعکسش میشه آن به فرستاد. پزشکان و پزشکان باعث میشوند که بیمارانی که میخواند که میخواند بیماران بیماران خانوم یا آقا که بیماری سبکی دارند و یا اینکه در از بیماری سبکی در قسمت بالایی مجرای تنفسی یعنی منظور همون گلو یا سرموخوردگی هستش اینها میتونن بدون اینکه به مطب پزشک مراجعه کنن با تماس تلفنی یا مکالمه‌ای که با یک پزشک حالا در اینجا اومده پزشک آقا و یا پزشک خانم داشته باشن میتونن تا هفت روز اینها مریض نوشته بشوند یعنی اینکه تا هفت روز میتونن مرخصی استعلاجی بگیرن یا گواهی پزشکی بگیرن که مشکل سرماخوردگی دارن به طور مثال پاتسینت یعنی بیمار که در اینجا جمعش اومده Leicht یعنی سبک Erkrankung یعنی بیماری اوبغن Atemweg یعنی مسیر تنفسی بالا یعنی منظور همون گلو میشه به طور مثال و روکشپاخه یعنی بعد صحبت یا مکالمه که با پزشک آتس یعنی پزشک مرد اتسین پزشک خانوم و کانکشکیبن بردن هم یعنی میتوان که بیمار نوشته شوند یا در از این گواهی رو بگیرند حالا وقت تو آلمانی میگن که "er wurde krankgeschrieben" یا "یش بین کرانگشکشیبن بودن". یعنی من گواهی سلامتی دارم، میتونم در اسرع کار نرم ایفنتفالز، تلفونیک کان دی کرانگشاییونگ برای ویتره سیب تایگه فلنجاد بدن. همچنین میتونه که تلفنی شما میتونید در از این گواهی پزشکی بیماریتون رو یا همون مریض نوشتنتون رو برای هفت روز بعد هم تمدید بکنید یعنی هفت روز میتونید مرحله اول تلفنی مریض بنویسید بعد اگر بیماریتون خوب نشد طبیعتا میتونید هفت روز دیگه هم این فلنگات بشه میتونه تمدید بشه یعنی در مجموع میشه تا چارده روز فقط تلفنی مریضی نوشت دیگه گلون گلت به قایت سو بگینده کورونا و آباد سو ایستن یونی انگزیشت ده انجپانترین انفکسیونز لاگه اوز این قانون قبلا هم صدق می کرده قبلا هم وجود داشت موقعی که پاندیمی شروع شده بود. ولی اول ماه یونی با در نظر گرفتن اینکه شرایط یا وضعیت بیماری کرونا یه مقدار آرام گرفته بود دیگه زمانش به اتمام رسید و دیگه باطل شد و نبود که دوباره این موضوع رو برگردوندن بله دوستان من امیدوارم که همه شما از آن همیشه سلامت باشید و هیچ وقت نیاز نباشه مریض بنویسید یا گواهی پزشکی بگیرید ولی اگر هم لازم باشه همونطور که عرض کردم از الان تا نوامبر میتونید بدون مراجعه به مرتب پزشک اقدام بکنید برای مریض نوشتن یا بیمار نوشتن یا گواهی گرفتن که بیمار هستید که سر کلاس یا سر کار بخواید ارائه بدید و سر کار یا کلاس حضور پیدا نکنید امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته با لایک کردن ویدیوها و کامنت گذاشتن میتونید از کانال خودتون دوچ به حمایت کنید ممنونم از همراهی تک تک شما عزیزان تا ویدیوهای بعد خداحافظ